فصل 22. عیسی باز هم برای مردم مثلی آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشنی ترتیب داد. او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند در جشن حاضر شوند، اما آنها نخواستند بیایند. پادشاه بار دیگر عده‌ای را فرستاد، با آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی که ترتیب دادم آماده است. گاوها و پرواری‌های خود را سر بریده و همه چیز را آماده کردم. اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت، در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند. وقتی پادشاه این را شنید غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتلان را کشتند و شهرشان را آتش زدند. آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت: جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و خیابان ها بروید و هر که را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر که را پیدا کردند، چه نیک و چه بد، با خود آوردند و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. هنگامی که شاه وارد شد تا مهمانان را ببیند، مردی را دید که لباس عروسی بر تن نداشت. پادشاه از او پرسید: ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمدی؟ او ساکت ماند. پس پادشاه به ملازمان خود گفت: دست و پای او را ببندید و او را به بیرون در تاریکی بیندازید، در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد، زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم هستند. آنگاه فریسیان نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیاندازند. آنها چند نفر از پیروان خود را به اتفاق عده‌ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند: ای استاد، ما می‌دانیم که تو مرد راستگویی هستی، چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از انسان با راستی تعلیم می‌دهی. پس به ما بگو، عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود: ای ریاکاران، چرا می‌خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه‌ای را که با آن مالیات خود را می‌پردازید به من نشان دهید. آنها یک سکه نقره به او دادند. عیسی پرسید: این تصویر و عنوان مال کیست؟ آنها جواب دادند: مال قیصر. عیسی به آنان فرمود: پس آنچرا که مال قیصر است به قیصر و آنچه را که مال خداست به خدا بدهید. آنها که از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند، از آنجا بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند. همان روز صدوقیان که منکر رستاخیز مردگان هستند، پیش او آمدند و از او سؤال نمودند: ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون اولاد بمیرد، برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی به وجود آورد. باری، در بین ما 7 برادر بودند. اولی ازدواج کرد و قبل از آن که دارای فرزندی شود، مرد و زوجه او به برادرش واگذار شد. همینطور دومی و سومی تا 7 با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند. عیسی جواب داد: شما در اشتباهید. نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در خصوص رستاخیز مردگان، آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟
او فرموده است من خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است. مردم که این را شنیدند از تعالیم او مات و مبهوت شدند. وقتی فریسیان شنیدند که عیسی صدوقیان را مجاب کرده است، دور او را گرفتند و یک نفر از آنها که معلم شریعت بود از روی امتحان از عیسی سؤالی نموده گفت: ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟ عیسی جواب داد: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. در این دو حکم تمام تورات و نوشته های انبیا خلاصه شده است. عیسی از آن فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید: عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند: او فرزند داوود است. عیسی از آنها پرسید: پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید: خداوند به خداوند من گفت: بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می‌خواند؟ هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سؤالی بنماید.